بسم الله الرحمن الرحيم. میخوام دو تا نکته عرض بکنم، بعد به اون سنت عجیب و غریب الهی برسیم. اون دو تا نکته این است که دوستان من، بیاید ما هم مثل دشمنان اسلام به این خبرها بها بدیم. ما هم مثل دشمنان اسلام، ما که معتقدیم به این خدا، ما که معتقدیم به این که آقا و مولامون به دنیا آمدن، پشت پرده غیبت هستن، ما که معتقدیم بها بدیم. یکی از خلفای زمان امام حسن عسکری علیه السلام، ایشون میگفتش که زشته در بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز داشتن یه خلیفه در واقع به ظاهر مؤمن و متقی داشتن، ما تو بدباس نداشته باشیم، همه عیاش باشن. من باید تقوا رو رعایت بکنم. حالا دیگه چه مقدار راست میگفت یا نه، علاقه داشت به رعایت تقوا. روزه میگرفت، با نان و نمک افطار میکرد. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در ظواهرش متقی ترین فرد بنی العباسه. همین آدم میخواست امام حسن عسکری علیه السلام رو دستور قتلش رو داد. حالا این دیگه از اون مقوله هایی است که واقعا شما بیدید با این آدم زندگی کن، میبینید بابا همه چی رو داره رعایت میکنه، بعدش هم یه توجیه بیاره که ما به این توجیه باید ایشون رو به قتل برسونیم. کی میتونه حق و باطل رو تشخیص بده؟ حق و باطل تشخیص دادن واقعا کار دشواری، خصوصا وقتی که بالاخره شرایط پیچیده بشه. ولی الان حق و باطل تشخیص دادن به واسطه این دشمن خبیث خارجی کار آسونی شده. آقا هر کسی یه ذره پالونش کج میشه، آنن بی بی سی وی او میرن طرفش. قمه زنی آقا حرامه یا حلاله؟ اصلا شما فتوا نمیخوای، بی بی سی رو باز کن بهت میگه حلال حالا یا حرامه. میبینی مستند ساخته در دفاع از قمه زنی، خب معلومه حرامه دیگه. حرام نبود که این نمیرفت طرفش. امام صادق علیه السلام در مورد فتنه های آخر الزمان، کسی میترسید پرده خیمه رو بالا زد، نور افتاد تو. آقا فرمود این چیه اینجا الان؟ گفت آقا خب آفتابه دیگه. فرمود اشتباه نمی کن، شاید چیز دیگه باشه تو میگی آفتابه. گفت نه آقا دیگه نور آفتابه دیگه، من دارم میبینم دیگه. آقا فرمود نه نگاه کن وقت چیز دیگه نباشه. گفت آقا نور آفتابه دیگه. فرمود حق اینقدر روشن آخر الزمان، حق اینقدر آشکاره. چجوریش میشه حق اینقدر آشکار باشه؟ تو این شرایط یک کسی منحرف بشه، اونجاست دیگه باید بهش گفت بابا تو دیگه کی هستی. دشمنان ما به این مسائل توجه دارن، دشمنان ما اندازه‌گیری میکنن. باور بفرمایید زائران جمکران ما رو میشمرن، باور بفرمایید روانشناسی میکنن ببینن چه تیپ افرادی میان جمع کردن، باور کنید دعاهای اونها رو رصد میکنن، باور کنید با جزئیات روزه ها و جلسات روزه شما رو بررسی میکنن. اونا براشون مهمه، اونا میدونن این دین کی به نتیجه خواهد رسید، تعداد شما رو میشمرن. اونا میدونن انما الاعمال بالنیات، اونا میدونن هر دعایی مستجاب نمیشه. اینا رو همه رو میدونن، آدم کارشناس گذاشتن اینا رو مطالعه کردن بررسی کردن. اونا میدونن کارا دست خدای شماست. خواهش میکنم دشمنان شما که احمق هستن بله، ولی نیستن که دیگه نیست که. اونا تو اون اوج حماقت خودشون یه کار چهار تا کار حداقلی که میتونن انجام بخونن رو انجام میدن. دشمنان ما رو رصد میکنن، ما رو مراقبت میکنن، خبر دارن. اونا نشستن 24 ساعته فکر میکنن چی کار بکنیم.
شما فکر میکنید این نامه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا رو دشمنان ما خبر ندارن؟ میشه خبر نداشته باشن؟ نامه، سند مکتوب به شیخ مفید آقامون نوشتن، اونا خبر ندارن؟ ساده ای چقدر شما. مرقوم فرمودن که آقای مفید لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد علينا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. اگر شیعیان ما با هم متحد بشن برای وفاء به عهدی که برای با ما دارن، اتحادشون قلبی باشه، على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، اینها مژده ملاقات ما براشون عقب نمیفته، ولی تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، اینها مژده ملاقات ما سریعا بهشون خواهد رسید. اونا خب اینو میدونن، تیکه تیکه میکنن خودشونو بین ما اختلاف بندازن. اینکه امام حسن عسکری علیه السلام محصور محدود 6 سال بیشتر امامت نمیکنه، اینکه سران کودکان بنی اسرائیل همه قطع میشه، شکمها دریده میشه، چون فرعون، چون معتز، چون مهتدی، چون این اراذل و اوباش عالم، اینا چیکار دارن؟ اینا خبر دارن تو جبهه حق چی میگذره؟ خود خانواده بنی اسرائیل شاید خبر نداشتن که آقا چه اتفاقی داره میفته، اونا خبر داشتن، داشتن کار میکردن. خدایا مکر دشمنان ما به خودشون برگردان. دشمنای ما به هرچی نگاه میکنن شما به همون نگاه کن، به هرچی اهمیت میدن شما به همون اهمیت بده، ببین داره به چی اهمیت میده. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد